با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان پس از مشروع اخبار ایران و جهان همینک و در پانزده دقیقه پیش روی بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک خواهید بود که در قیاب روزنامه های امروز جمعه جستاریست است بر جهان بیمرز مجازی با گزیده‌های از تازه ترین های منتشره در شهر شبکه ها تا بازخانی سرفصل اهم مطالب امشب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت باستاب گسترده پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل کشور همسایه قطر ادامه واکنش ها به تنش پارلمانی و زد مجلسیان با فرزند متحری در مجلس تشکیل بزرگترین نشست و همایش اصلاح طلبان بدون حضور محمد خاتمی رهبر اصلاح طلبان ایران موج واکنش ها به انتشار نشریه شارلی ابدو در پاریس با طرح تازه ترین کاریکاتور از پیامبر مسلمین و بالاخره تأثیر سرگیج آور سقوط قیمت نفت بر تنظیم بودجه ایران و اقتصاد سرگردان این کشور در واقع اهم مطالب و موضوعاتی بود که به دفعات بیشتر در عرصه رسانه های سایبری در قالب تصویر و یادداشت و کامنت و رویداد بازنشر بیشمار داشته است برنامه امشب را آغاز می کنیم با برگزیده یک یاد داشت از نشریات بین که به نحوی از آنها به موضوع ایران مرتبط است. سقوط بهای نفت و ایجاد سردرگمی های فضاینده در روند تنظیم بودجه رفته رفته می که به مسابه یک مشکل در کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران که تماماً به نفت وابسته است ایجاد کند. در این میان بررسی می کنیم خوب بعد زشت سقوط نفت را که با همین عنوان یاد داشتی در نشریه فاریان پالیسی شماره امروز پنجشنبه منتشر شده بود کیس جنسون نویسنده این نوشتار میکوشی تا بازندگان و برندگان سقوط نفت را به مخاطبان بشناساند و در نخستین گمانه به این موضوع اشاره داشت که هنوز مشخص نیست که سقوط بهای نفت خام برای کشوری همچون آمریکا که هم تولید کننده و هم مصرف کننده ی بزرگ انرژی محسوب می شود محبت است یا مصیبت نویسنده در این رابطه معتقد بود با توجه به اینکه آمریکا از دیرباز بزرگترین مصرف کننده نفت خام بوده است خواه ناخواه می توان گفت کاهش بهای نفت خبری خوش در این کشور محسوب می شود به طور کلی می توان نتیجه گرفت که کاهش بهای نفت خام به کمک محرک های اقتصادی در نظر گرفته شده از سوی دولت خواهد آمد و به اقتصاد آمریکا رونق خواهد داد نویسنده این نوشتار بیشترین و بالاترین میزان تاثیر تخریبی رو بر کشورهای همچون ایران، روسیه و ونزوئلا میشمرد. کیس جانسون در پایان با اشاره به بعضی از اظهارات مقامات عالی رتبه کشورهای حوزه خلیج پارس از جمله به نقل از وزیر انرژی امارات متحده عربی یادآور میشد که به منظور مهار این بحران و جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت تولید کنندگان دیگر نفت از جمله آمریکا می بایست اولین قدم را در این زمینه یعنی کاهش تولید نفت بردارند همچنین این نشریه در پایان با استناد به اظهارات مقامات مسئول اوپک مبنی بر اینکه احتمال رسیدن بهای هر بشک نفت خام به سی تا چهل دلار نیز وجود دارد نتیجه می گرفت دوران نفت گران قیمت مدتها پیش پایان یافت ادامه می دهیم و اما ماجراهای مجلسیان تحت امر رهبری ایران که با زداخورد فیزیکی علی متحری موج جدیدی از رفتارهای بینزکت و به از آداب و شعونات دولت مردان را به صحنه رسانه ها به نمایش گذاشتند وارد فازهای تازه ای از تحلیل های گفتمانی شده است نخست صحنه از مهاجمان موسوم به مجلسیان را میبینیم و بعد به پیشینه برخی از این مهاجمین خواهیم پرداخت با هم میبینیم علیرغم گذشت سه روز از رسوایی جنجالهای مجلسیان زوب در محضر ولی فقی موج جدیدی از اطلاع رسانی ها آغاز شده تا جایی که برخی از رسانه های داخلی به کشف و بررسی پیشینه برخی از این مهاجمان موسوم به مجلسیان پرداختند گوشه هایی از زندگی اینان رو با هم بشناسیم نخست سردار فتولا حسینی نماینده قصر شیرین سر پل زهاب و گیلان غرب است که در حین نطق علی متحری گویا با او به صورت فیزیکی درگیر شد هم ایشان بوده که سیلی رو به علی متحری زد ایشان به اتهام زمین خاری های گسترده نیز متهم است و حتی برخی از شهروندان قصر شیرین حوزه انتخابیه وی در نامه ای سرگشاده خطاب وی پیشتر به حالت شکوایی نوشته بودند از 280 هکتار زمین های مرحوم امیر احتشامی در قصر شیرین چه خبر؟ و نماینده دیگر عزیز الله اکبریان از فرماندهان سپاه و بسیج و نماینده کرج در مجلس هشتم و نهم از جمله کسانی بود که در هنگام نطق علی متحری ایشان را رو از روی سن به پایین هل داده است اکبریان یک فرد نظامی و با سوابق کاری تمام نظامی است فرماندهی سپاه شهریار و شهر قدس فرماندهی سپاه سید و شهدای اسلام شهر و منطقه هجده تهران فرماندهی سپاه ناحیه شرق تهران فرماندهی سپاه ناحیه کرج از مهمترین سمتهای نظامی این مهاجم مجلسی است نماینده دیگر جواد کریمی و قدوسی نماینده مشهد است ایشان با کمک چند نفر دیگر علی متحری را رو از روی سند به پایین پرت کردند. او نیز یک فرد نظامی است که در سابقش فرماندهی بسیج خراسان رضوی دیده می شود کریمی قدوسی همان نماینده است که در اظهار نظری عجیب و تا حدودی متخاصمانه روحانی را متهم به دادن اطلاعات مهم فقهی به انگلستان کرده بود و بالاخره محمد حسن ابو ترابی فرد نائب رئیس مجلس نیز که اداره جلسه علنی رو بر عهده داشت در میانه صحبت های علی متحری زنگ تعطیلی جلسه علنی مجلس را به صدا در آورد و به این ترتیب اجازه سخن گفتن به او را نداده بود. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید در شبکه جهانی تلویزیون ایران فردا امشب جمعه 26 ام دیماه ایرانی با مروری کوتاه بر چند رویداد کوتاه و شاید هم کمتر شنیده شده از جهان پرموج رویدادها در عرصه سیاست فرهنگ، هنر، اقتصاد و ورزش نخست خبر تلخ از دنیای فوتبال داعش 13 جوان عراقی را به اتهام تماشای فوتبال اعدام کرد یک منبع مطلع خبر داد که تروریست های داعشی 13 جوان عراقی را به اتهام مشاهده بازی فوتبال عراق و اردن در جام ملت های آسیا اعدام کرده است به گزارش پایگاه خبری نهر نیوز به گفته این منبع مطلع این افراد در منطقه یرموک در غرب موسل به اتهام مشاهده این بازی فوتبال در یک کافه دستگیر و اعدام شدند این منبع افزود که اعدام این افراد در ملی عام صورت گرفته است و اما خبری خوب از کشور همسایه عراق تعدیل نیرو در دفتر نخست وزیر عراق از هزار کارمند به 65 نفر یک منبع مطلع خبر داد که حیدر العبادی نخست وزیر عراق طی حکمی کارمندان دفترش را از هزار تن به 65 تن کاهش داد به گزارش پایگاه خبری الفرات ال نیوز به گفته این منبع در پی اجرای احکام صرف جویی در درآمدها و نیز ضرورت کوچکسازی نهاد دولت در عراق دفتر نخست وزیر از هزار کارمند به 65 نفر تقلیل یافت این منبع اشاره می کرد که در پی این کاهش کارمند تعدادی از ادارات وابسته به دفتر نخست وزیری منحل شدند و اما در حوزه فرهنگ و هنر همچنان الهام میچرخد همسر سابق الهام چرخنده بازیگر فیلم و سینمای به ناگاه در تغییر مأسیری غیر متعارف خود رو زوب در محضر آقا می نامد در پی تقدیر مجلسیان از این خانم و ادعاهای تازه وی جوابی برای نشریات و رسانه ها نیز ارسال داشت فرشید نوایی همسر سابق الهام چرخنده به ادعاهای او در کمیسیون فرهنگی در ارتباط با عکس های منتشر شده از او به اتهام خریدن همسر سابقش توسط رسانه های بیگانه پاسخ داد و گفت امیدوارم منظورشان همسر اولشان بوده باشد و اگر هم منظور بنده بودم سراحتا بفرمایند تا توضیحات لازم به محضر مردم ایران داده شود این همسر سابق که یا احتمالا اسبق دو همسر دارند در توضیحاتی که برای پارسینه فرستاده بود نوشت هزانت تنها پسر ما ارسطو مطابق رأی دادگاه و خواسته خود الهام چرخنده به بنده داده شده و اکنون پسرم با من زندگی می کند و گهگاه گاه به مدت 24 ساعت فرزندم را ملاقات می کند و به هیچ عنوان نه حالا و نه هیچ وقت پسرم با ایشان زندگی نکرده و نخواهد کرد همسر دوم الهام چرخنده همچنین در خصوص ادعاهای وی مبنی بر کشف و شهودهای آرفانه اش در هند می گفت هرگز سفری به هند نداشته ایم و در وقت باقی مانده از عرصه هنر به قوقای پررقابت ورزش پای می گذاریم و می کاویم نکته ای نکو از پشت صحنه فوتبال پررقابت میان دو کشور همسایه ایران و قطر که حاوی آموزه های اخلاقی نکویی بود گویا خبرنگار و گزارشگر کشور قطر علا رقم این که تیم ملی کشورش در حال رقابت سخت با تیم ملی ایران بود به رسم معرفت و کرامت و مشی منصفانه در حین گزارش مستقیم به تحسین تیم ملی ایران می و این پایبندی به اخلاق این گزارشگر نیز در عرصه رسانه های سایبری باستاب گسترده ای داشت یوسف سیف گوینده شبکه بین اسپورت قطر در طول بازی به ویژه در نیمه دوم ایران را شایسته سعود از گروه سه میدانست و از بازیکنان تیم ملی کشورش تا حدودی انتقاد میکرد. سیف گزارش خود را با جملاتی مسجد و قافیه دار این گونه آغاز کرد. صباح الخیر یا مجموعه جایران بحرین امارات قطر و ایران معنی پارسی آن نیز چنین است که میخوانم صبح خیر به گروه همسایگان بحرین امارات قطر و ایران گوینده قطری در برخی از دقایق به جای شرح بازی به تاریخ فوتبال ایران و نام آوردن از ستاره های سابق کشورمان ایران همچون علی دایی و مهدی مهدوی کیا نیز میپرداخت این گوینده دایی را به عنوان بازیکنی که بیشترین تعداد گل در تاریخ جام ملت‌های آسیا و مهدویکیا را نیز ستاره ناماشنایی که در چهار دوره گذشته این مسابقات شرکت کرده بود معرفی می‌کرد. یوسف سیف 62 ساله متولد دوهه در قطر است که در طول چهل سال سابقه کار گزارشگری و رادیوییش با شعار گزارشگری بیطرفانه فعالیت کرده است و با این رویداد نکو از دنیای رقابت فوتبالی و اخلاق و حسن همجواری وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و ورق تازه از برنامه صفحه یک در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود